ناصر بولیدهی دبیر کل حزب مردم بلوچستان از استکهلم و محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار اینجا در استودیو با ما هستم. آقای بولیدهی شروع میکنم، چطور میبینید که در یک بازه زمانی اینچنین کوتاه دو عملیات به این بزرگی انجام میدن؟ با عرض سلام به شما و همینطور آقای سازگارا، اینجوری که میدونین این مسئله بعد از جمعه خونین زاهدان و اعتراضاتی که در بلوچستان شد، با توجه به اینکه جوابی مردم بلوچستان این مسئله دریافت نکردند، قبلا هم این صحبت میشد در بین خیلی از کارشناسان خود بلوچ در داخل کشور هم که احتمالاً جنبش در بلوچستان به شکل نظامی به خودش بگیره و این هم شاید خواسته خود رژیم هم بود از ابتدا با ایجاد اون جمعه خونین زاهدان و مردم بلوچ هم متاسفانه در یک شرایط خیلی بدی قرار گرفتن. مسئله کشتارهای متفاوتی که در بلوچستان هستش که حتما در تلویزیون شما یادآوری شدن، همه اینا دست به دست هم داده شرایطی رو ایجاد کرده که گروهایی که خواهان مبارزه مسلحانه هستن در بین مردم فعلا یک حمایتی از اونا میشه. همین مسئله نشان میده که تعداد افرادی که در اون حمله در به چهار شرکت داشتن و حالا اینا تونستن در داخل بمونن، دفعه قبل که به راست کم حمله کرده بودن یا مدت طولانی در داخل ایران مونده بودن و عملیاتایی را انجام داده بودن، یعنی نشان میده که این بخشی که رژیم میگه اینا از خارج میان یا از جای دیگه، خیلی از این گروه‌ها در داخل کشور هستن و حمایتی هم دارن و اینا متاسفانه شرایطی رو نشان میده که یک درگیری و یک مشکلات اساسی در بلوچستان در آینده هم شاید اتفاق بیفته و این اعتراضات به سلام به شکل مسلحانه هستش در بلوچستان احتمالاً ادامه پیدا بکنه و فشرده تر هم بشه. چقدر موافق هستید آقای سازگارا که ممکنه گسترده تر بشه؟ چون الان میریم در یه بازه کوتاه دو بار حمله نسبتاً بزرگی انجام دادن، فکر میکنید که ممکنه تبدیل به یک چالش بزرگتر برای جمهوری اسلامی بشه؟ ببینید، به هر صورت از منظر سیاسی پیدایش این گونه گروه‌های تروریستی و خشن رویده بر خشونت ورزی حکومت، این حکومت جمهوری اسلامی بوده که در بلوچستان ظلم به هموطنهای بلوچ ما کرده، کشتار کرده، سرکوب کرده، فقر، فاقه و محرومیت‌ها. به هر حال عده‌ای رو به این نتیجه می‌رسونه که خشونت ورزی متقابل بکنند. و میدونید این قبیل سازمان ها به قول معروف اصطلاحی که در زمان چریکی بودش، حالا امروز میگیم تروریست، این بود که چریک در ماهیست که در اقیانوس مردم زنده میمونه. اگر مردم ناراضی باشن میتونن همیشه عضوگیری بکنن، ولی اگه مردم اقبالی نکنن خب یه سازمانی سرکوب میشه. بنابراین واقعا بستگی داره که جمهوری اسلامی تا چه حد بخواهد که به داد دل مردم بلوچستان برسه و مشکلات رو حل بکنه تا این قبیل سازمان های تروریستی نتونن عضوگیری کنن و خشونت ورزی کنن. آقای بولیدهی، دقیقا حرف این گروه چه هست؟ خواستشون چه هست؟ ایدهشون چه هست؟ و چه شده که ایران به کنار، کشورهای مثل ایالات متحده اونها رو سازمان تروریستی خوندن؟ این خواستایی که اینا مطرح میکنن به خصوص در اعلامیه‌ای که بعد از جریان چابهار منتشر کردن، یه خواستای عمومی هستش که مردم بلوچ هم دارن در رابطه با این مسئله تغییر جمعیتی و یا تقسیم استان بلوچستان هست. حداقل چیزایی که اینا میگن، خواستاشون خودشون رو معرفی میکنن به عنوان یه گروه ملی مذهبی در بلوچستان و عموما هم مسائل بیشتر قبلا خب مسئله مذهبی در ایده ها و در اعلامیه‌هاشون میچربید، ولی در شرایطی که فعلا هستش حالا میبینه که یک شیفتی شده و یک تغییری در روایت و صحبت و گفتاری اونا به وجود اومده به شکلی که اون مثلا به مسئله حقوق مردم بلوچ و یا اون چیزی که بعضی که شاید بگن که ناسیونالیسم بلوچی در نوشتهایشون و یا در گفتهایشون بیشتر دیده میشه. حالا این شاید مثلا تغییر در شرایطشون هستش و یا این که مثلا تغییر اساسی در اونا به وجود اومده، ولی اینی که مثلا خب دولت آمریکا و یا دولت ایران به چه شکلی با اینا برخورد میکنن به نظر من برای این گروه اساساً مهم نیست. اونا در اونجا خودشون دارن کار خودشون انجام میدن و همینطور میدونیم در اون منطقه اینا تنها گروهی نیستن که گروه مذهبی هستن و از مبارزه مسلحانه و از روش خشونت آمیز استفاده میکنن. خود جمهوری اسلامی در واقع به همین شکل آقای سازگارا اشاره کردن به این شکل عمل میکنه و بلوچستان شرایط مخصوص خودشو داره. در بلوچستان سپاه پاسداران و اون بخش قدس و نیروی برون مرزی قدس داره کنترل بلوچستان رو کاملا داره. در این شرایط هم دیدیم که مثلا اون جنبش بزرگ که رهبری مولوی عبدالحمید هستش چگونه رژیم تونست اونو
کنار بزنه، ساکت بکنه. و به نظر من خب گروه های اپوزیسیون هم یک مسئولیتی داریم همه ما که در این شرایط نتونسته به اون مسئولیت عمل بکنیم که شرایط به شکلی بره که خواست شاید جمهوری اسلامی ایران که به شکل مبارزات مسلحانه باشه این در بلوچستان و یا در جای دیگر ایران هم گسترش پیدا بکنه. و دلیلش هم این هستش که چند بعدی هستش به نظر من این مسئله که احتیاج به بررسی بیشتری داره که چرا وضعیت در بلوچستان به این شکل داره جلو میره. آقای سازگارا، این داستان استفاده از خشونت شاید حالت مرغ و تخم مرغ هم پیدا کنه به گمانم در این شرح، چقدر فکر میکنید که اتفاقا رشد و فعالیت گروه های این چنینی ممکنه مضر باشه برای جنبش های آزادی خواهانه نه فقط در سیستان بلوچستان بلکه در نقاط مختلف ایران، برای اینکه جمهوری اسلامی بهانه ای داره که بگه ببینید گروه های به قول شما تروریستی هستن و ما مجبوریم برای سرکوب اونها از خشونت استفاده کنیم؟ خیلی خیلی تاثیر منفی داره. من اینجا حالا از منظر مقاومت مدنی نگاه میکنم. اعمال تروریستی و مسلحانه حکومت رو مشروع میکنه برای اینکه او هم خشونت ورزی متقابل بکنه. و چون یک ستون مقاومت مدنی، یعنی اون ستون معروفش اعتراضات، اعتصابات و ریزش از حکومت، ستون سوم در واقع مبتنی است به اینکه نیروهای حامی حکومت مسئله دار بشن، ازش فاصله بگیرن، به خصوص ماشین سرکوبش. وقتی یک همچین اتفاقاتی میفته، کارهای تروریستی و خشونت ورزی پیش میاد، اونها هم انگیزه پیدا میکنن، دلیل براشون میارن اون دیکتاتور و غیره که ببینین شما اگه نباشید امنیت از بین میره. ضمن این که الان حکومت به لحاظ گفتمانی باخته به ملت، یعنی گفتمانش نه دینیش نه ایدئولوژیکش نه انقلابیش شکست خورده است در مقابل گفتمان مسلط مردم که دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریزم. تنها سر یه چیز مونده، اینی که من اگر برم امنیتم میره، من اگه برم اوضاع بدتر میشه و در واقع دودل میکنه، به خصوص اون که معروف به قشر خاکستری، یعنی طبقه متوسط در میان سال، پدر مادر بچه های نسل زد. این قبیل اعمال این خاصیت هم داره، یعنی جمهوری اسلامی میگه ببین من الان هستم و اگه من نبودم اینا مثلا میانو جنگ میکنن و امنیتتونم زایل میشه. و ما میدونیم امنیت وقتی که زایل بشه اولویت یک مردم میشه. مردم حتی در کشورهای دموکراتیک حاضرن نه آزادیشون بلکه حتی نانشون رو ترید کنن بدن ولی امنیت داشته باشن. بنابراین این قبیل اعمال از هر دو جهت، ریزش و حکومت و افکار عمومی مردم، میتونه به نفع رژیم تموم بشه. ممنونم از هر دوی شما، محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار و ناصر بولیدهی دبیر کل حزب مردم بلوچستان از استکهلم سوئد با ما.